کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می کند. از سباد کوه تا جوهانسبورگ، نوشته نجف قلی پسیان. صفحه 154. شنیدن این اخبار مرا از زندگانی سیر کرد. نمیدانستم چه کنم و به کجا پناه ببرم. رفتم منظر مشیر و دوره. مصطفی همانجا بود. خواستم کمکم کنند تا نش آنها را پیدا کرده به تهران بیاورم، یا اینکه تا آنها را از بین نبردن در جایی دفن کنم. هر دو از درخواستم اظهار تعجب و تأسف کردند و گفتند حضرت اجل دولت سپهسالار در مقابل دریافت ماهی 200,000 تومان از دولت انگلیس اختیار قشون و مالیه را به آنها داده است. فرعن نه تنها در این مورد کاری از ما ساخته نیست، بلکه خواهش کنید به جنوب نروید و دنبال این قضیه نباشید، زیرا ممکن است شما را نیز بکشند. الان با موافقت روسیه، انگلیسی ها نیروهای زیادی وارد فارس کردند و پلیس جنوب تشکیل دادند. در این طرف هم روزها قصر شیرین و کرمانشاه را هم گرفتند و سراغ نظام و سلطنه رفته بودند که او نیز به بغداد رفت. سرخورده و مایوس به منزل آمدم. معین لشکر و شیخ محمد عبدو و سرهنگ اسماعیل خان شفایی هم آمده بودند. کمی گریه کردم، مرا دلداری دادند. اصلا جلسه یه هفتگی یادم رفته بود. کمی بعد خوشبختانه در روسی انقلاب شد و به هر حساب از دست همسایه که شمالی راحت شده بودیم. پایان یادداشت های ژنرال حمزه خان درباره اوضاع دوران قاجار. بازی های جدید آغاز شد. در سال 1298 هجری شمسی انگلستان که جای روسیه را در میدان خالی حس می کرد، قراردادی با میرزا حسن خان وثوق الدوله منعقد نمود که قشون و مالیه ایران را در اختیار می گرفت. برای عقد این قرارداد انگلستان حدود 30,000 لیره به نصرت و دوره و 30,000 لیره به صارم و دوره و حدود 70,000 لیره به وثوق و دوره داد. به پول آن روز 400,000 تومان. مهمتر از آن این که تگ نامه رسمی به احمد شاه ضمانت نامه دادن که مادام که مطابق سیاست انگلستان رفتار کند، او و جانشینانش از حمایت لندن برخوردار خواهند بود. فشار انگلستان از این طرف و دلجوی روسها از طرف دیگر سبب شد که مردم مشتاقانه آرزوی دوستی با روسیه را کرده و امیدوار شوند که با کمک آن دولت از یوغ استعمار نجات یابند. چنان که در برابر بزن و ببندهای وثوق الدوله روزها لغو قرارداد 1907 و دیگر امتیازات ظالمانه ای را که از ایران گرفته بودند منفی اعلام کردند و لنین و حتی تروتسکی اعلامیه هایی در این زمینه دادند. در تبریز خیابانی برنامه اصلاحات در آذربایجان را انقدر گسترش داد که هم نام این ایالت را عوض کرد و هم برنامه آینده اش را. به همین جهت طبق توطئه‌ای که ترتیب داده بودند از میان رفت. فصل پنجم، بدرفتاری و تجاوزات نامحدود روسها. ایران همسایه و هممرز روسیه است و در شرایط مختلف با هر حکومتی که در روسیه بر سر کار آید، به شرطی که به حقوق ملت ایران تجاوز نکند، لازم است روابط دوستان و مناسبات حسنه بین این دو کشور برقرار باشد. با کمال تأسف در دوران تزاری رفتار روسها با مردم ایران صورت خوبی نداشت و صرف نظر از اینکه با اهالی ایران مانند مردم یک کشور همسایه رفتار نمی کردند، بلکه هر گونه زورگویی و تجاوز را ضروری می دانستند. برای آگاهی خوانندگان بر آنچه در دوران حکومت تزاری بر مردم ایران گذشته، دو قسمت از یادداشت‌های اسماعیل امیرخیزی از سران نهضت مشروطیت و سپهبد احمد آقا امیر احمدی از همکاران آنها را در غذاخانه می‌آوریم. اسماعیل امیرخیزی می‌نویسد تعدادی قشون روسی که در تبریز بودند اسباب مزاحمت و ناراحتی مردم را فراهم می‌آوردند.
شب شنبه 29 ذی‌الحجه 1329 یک نفر روز به پشت بام نظمیه می رود تا سیم تلفنی به محل بکشد. یکی از نظمیه چیها که در آنجا بود می گوید از رئیس اجازه گرفته اید؟ می گوید نه. مأمور نظمیه به ایشان اخطار می کند که قبلا باید از اداره اجازه بخواهید، بعد به پشت بام بروید. این شخص می رود و پس از چند دقیقه با یک صاحب منصب روسی باز می گردد و آن نظمیه ای را با تپانچه می کشد. این پیش آمد بالاخره وسعت پیدا کرد و سبب زد و خوردی بین روسها و مجاهدین می شود. مرحومان ثقت الاسلام و امان الله میرزا والی آذربایجان با ژنرال کنسول روس ملاقات کرده، به هر نحوی یکی دو روز کنسول هم با ملایمت صبر می کند تا آنکه روز چهارم سپاهیان جدید الورود روس به کنار پل آجی رسیده بنای شلیک می گذارند و مرحوم ثقت الاسلام و شاهزاده امان الله میرزا پس از ملاقات با کنسول روس به کلی مایوس می شود. امان الله میرزا از آنجا که به کنسول خانه انگلیس رفته شب خودکشی می کند. ثقت الاسلام هم به مجاهدین می گوید کار سخت است، اگر می توانید از شهر بیرون بروید و یا اینکه پنهان شوید. ما نیز پس از شور با همقطاران شب پنجم محرم به منزل امیر حشمت رفته، پس از مختصر شوری صلاح در آن دیده شد که از شهر بیرون برویم. تقریبا یک ساعت به صبح مانده از شهر حرکت کردیم و از رودخانه یاجی گذشته پس از اندکی استراحت بالاخره به سلماس رفتیم. امیر حشمت در ایران ماند و ما از مرز گذشته وارد خاک ترکیه شدیم و از آنجا به استانبول رفتیم. مرحوم سپهبد احمد آقا امیر احمدی هم در خاطراتش چند صفحه‌ای در مورد رفتار قزاق‌ها با ایرانی‌ها، آن هم در بحبوحه دوران جنگ جهانی اول دارد که در زیر نقل می‌کنیم. چون جای توقف نبود از صحنه به سوی همدان حرکت کردیم. در بین راه روزها همه جا عقب نشینی می کردند و تلفات زیادی داده بودند. بعد از دو روز و دو شب از صحنه به همدان آمدیم. ساعت 6 بعد از ظهر بود که به همدان رسیدیم. نزدیک حکم خانه که یکی از محلات همدان است، جمعی از علما، تجار و کسبه که مرا می شناختند جلوی اسب مرا گرفتند و گفتند که به داد ما برسید. چند نفر از قزاق‌های اول جمعی شما که مأمور حفظ بانک می باشند همه شب رهنمای روزها شده و آنها را به خانه مسلمان ها می برند و ناموس مردم را برباد می دهند. به طوری که تا کنون بیش از 2000 زن بی اسمت شده و نزدیک به 200 زن و دختر را که تسلیم هوا و هوس آنها نشدن کشتن و مقصر و مسبب این فجایع قزاق‌های ایرانی هستند. من پس از شنیدن شکایت‌های آنها به منظر سپهبد فضل الله خان زاهدی که آن ایام سویل و به بصیر دیوان مشهور بود و با ایشان سابقه و خصوصیت داشتم رفتم. ایشان نیز به دلیل آشنایی و مودتی که با من داشتن پذیرایی گرمی کرد. من و دو نفر از قزاق‌ها هم در منزل زاهدی ماندیم و قزاق‌های سوار نیز به کاروان سرایی رفتن و منزل کردن. پس از اینکه از زاهدی نیز موضوع را استفسار کردم، به دو نفر قزاق که نگاه داشته بودم گفتم بروند و قزاق‌های مأمور بانک را بیاورند که رفتند و آوردند. موضوع را پرسیدم، گریستند و گفتند ما تقصیر نداریم، یک جوان نهاوندی در اینجاست که زبان روسی می‌داند و روس‌ها هم از او حمایت می‌کنند. آن جوان لباس قزاقی می‌پوشد و روس‌ها را این طرف و آن طرف می‌برد. نه تنها ما چنین ننگی مرتکب نمی‌شویم، بلکه عملیات این جوان اسباب زحمت ما هم شده، به طوری که روس‌ها یقه ما را می‌گیرند که شما نیز مثل آن نهاوندی باید وسایل خوشگذرانی ما را فراهم کنید. فوراً به همان قزاق‌ها دستور دادم که بروند و آن جوان سفله را بیاورند. منزل زاهدی در همدان مرکب از یک دستگاه بیرونی بود و یک اندرون. در آن موقع میزبان ما در اندرون بود و چند میهمان نیز داشت و من هم با آنها بودم. وقتی خبر دادند که قزاق‌خان جوان نهاوندی را آوردند و در بیرون منتظر می باشند، برخواستم و به بیرون رفتم. در اتاق دیدم آن جوان را آوردند، ولی دو قزاق روسی هم با او آمدند. به قزاق‌های روسی گفتم شما چه کار دارید؟ گفتند که کماندان و رئیس شهربانی نظمیه ما را فرستادند که ببینیم چه فرمایشی با این شخص دارید و فوری او را
برگردانی. من آن دو قزاق روسی را با تشدد بیرون کردم. وقتی اتاق خلوت شد، از آن جوان که خیلی خوش قیافه و بلند قامت بود و لباس قزاقی ایرانی در بر و درجه وکیل باشی داشت، پرسیدم تو کی هستی؟ گفت آدم. گفتم میدانم آدم هستی. میخواهم بدانم به چه اجازه لباس قزاقی پوشیده ای و چرا این کارهای ننگین را میکنی؟ او بلادرنگ به تپانچه‌ای که داشته از برد و شاید هم از ابتدای برخورد خود را آماده کرده بود، تیری به جانب من انداخت که سرم را مجروح کرد. این گلوله پس از این که رد شد به آینه‌ای که به دیوار نصب شده بود خورد و آینه را شکست. خواست تیر دوم را بیاندازد که من غمی که در کمر داشتم کشیدم و به شکم او فرو کردم، زیرا مقدور نبود با تپانچه جوابش را بدهم و با این عمل نتوانست تیر دوم را خالی کند و منقلب شد. من تپانچه خود را کشیده و 4 تیر پی در پی به او زدم. در وسط اتاق به خون غلتید. من لب حوض آمدم که قمه خونی را بشویم. به فاصله نیم ساعت قریب 500 سرباز روسی خانه زاهدی را محاصره کردند و مرا می‌خواستند. زاهدی از این پیش آمد پریشان احوال شد. خواست جلو برود، مانع شدم و گفتم اینها با من کار دارند، نه با شما. به بیرون رفتم، دیدم 2 افسر روسی 2 نفر از نوکرهای زاهدی را شکنجه می دهند که بگوید پالکونیک ایرانی کجاست. من جلو رفت و به زبان روسی به آنها پرخاش کردم که چه می خواهید؟ آنها تصور کردند من روسی هستم. گفتند یک سرهنگ ایرانی یک سرباز ما را کشته و او را می خواهید. من گفتم اینها را آزار ندهید، با من بیایید، آن سرهنگ ایرانی من هستم. آنها را به اتاق بردم و گفتم آنکه کشته شد یک ایرانی است که برخلاف شرافت رفتار کرده و شما خودتان را با حمایت از او بدنام نکنید و این خانه را محاصره ننمایید. نپذیرفتند. من دیدم ممکن است اسباب زحمتی برای زاهدی شود. با افسر روس گفتم من میروم به ارکان حرب باراتوف و شما هم بیایید. با آنها رفتیم نزد رئیس ارکان حرب. شرح و تفصیل کار را به او گفتم. گفت مطلب مهمی نیست و من از سوء رفتار افسران روسی مطالبی شنیدم که مردم را نسبت به ما بدبین کردند و همه را به ژنرال باراتوف خواهم گفت. نیم ساعت بعد همراه رئیس ارکان حرب به طرف عمارت ژنرال باراتوف رفتیم. وقتی نزدیک عمارت رسیدیم، رئیس شهربانی نظمیه را دیدم که از اتاق باراتوف بیرون می آید و صدای باراتوف نیز بلند است که فردا صبح به دار آویزانش کنید. قیافه رئیس ارکان حرب تغییر کرد و به پیش خدمت گفت اطلاع دهد که قصد شرفیابی دارد و سپس به درون رفت و بلافاصله مرا هم خواست. وارد اتاق شدم. ژنرال باراتوف مثل همیشه مرا با خوشرویی پذیرفت و پرسید این سرهنگ ایرانی که سرباز روسی را کشته کیست و ایرانی ها چرا هنوز کینه ورزی میکنند و سرباز روسی را میکشند؟ گفتم که اشتباه به عرض رسادن. مردم کینه ندارن، بلکه محبت هم دارن. بهترین گواه خدمات صادقانه که من است و خدمات خود را یک به یک برش مردم و گفتم آن سرهنگ ایرانی من هستم. باراتوف براشفت و گفت شما سرباز روسی را کشتید و بدون پروا هم به من جواب می دهید. گفتم شما تحقیق کنید ببینید این مقتول روسی است یا ایرانی. اگر ایرانی بود مرا به دولت ایران تسلیم کنید و اگر روسی بود همانطور که قبلا گفتید بفرمایید فردا صبح مرا به دار آویزان نمایند. باراتوف با حالی تعجب‌آمیز گفت من از شهامت سربازی شما مبهوتم و خدمات برجسته‌ای که کرده اید فراموش نمی‌کنم، ولی نمی‌توانم از خون سرباز روسی که به دست شما ریخته شده چشم‌پوشی نمایم. فعلا نمی‌دانم چه باید کرد. شما امشب را نزد رئیس ارکان حرب بمانید تا صبح ببینم تکلیف چیست. با من دست داد و از اتاق خارج شدم و آن دو در اتاق ماندن. به قدر یک ربع ساعت در اتاق انتظار رئیس ارکان حرب ماندن تا از نزد باراتوف بازگشت. خیلی متأثر بود. من غذاهایم را که آنجا آمده بودند مرخص کردم که به شهر همدان بروند و دستورهایی راجع به خودم و کارهایم نوشتم و به آنها دادم که به منظره وصیت‌نامه بوده
و در اتاق رئیس ارکان حرب ماندم. تأثیر رئیس ارکان حرب بیشتر موجب نگرانی من شد. با رئیس ارکان حرب شام خوردیم و در اتاقی جداگانه مرا خواباندند، ولی در اثر تخیلات و تشویشات خوابم نبرد. نزدیک سحر در اتاقم را زدند. گفتم کیست؟ رئیس ارکان حرب جواب داد من هستم. از آمدن نابه هنگام او تصور کردم که میخواهند مرا اعدام نمایند. فوری برخواستم و فشنگ به تپانچه خود گذاشتم و تصمیم گرفتم اگر پای اعدام به میان آید من نیز چند نفر از افسران روسی را بکشم. در این موقع افکارم به کلی تغییر کرده بود. ترس و بیمی در دل نداشتم و گویی همان تفکرات و واهمه ها که تمام شب به من هجوم آورده بود جای خود را به شجاعت و بیباکی سپرده بودند. در اتاق را باز کردم و با خشونت از رئیس ارکان حرب پرسیدم با من چه کار دارید؟ او که افسر متینی بود و شاید حدس می زد که چه دغدغه خاطری دارم، با ملایمت گفت من کاری ندارم، ولی ژنرال باراتوف منو شما را احضار کرده است. باز در دل گفتم که می خواهد مرا بفریبد و تصمیم گرفتم اگر دروغ گفته و قصد اقفالم را داشته باشد با گلوله ای را از پا در بیاورم و چون این تصمیمی گرفتم که در آخرین دقایق زندگی با ده فشنگ که در تپانچه است و او و چندی نفر را از میان ببرم. چند قدم که آمدیم دیدم راست می گوید و به طرف قصبه شورین که اقامتگاه باراتوف است می رویم. سپیده دم پیش از آن که آفتاب روشن شود ما به نزد باراتوف رسیدیم. باراتوف گفت سرهنگ احمد آقا خان، افسران روسی از عمل شما عموماً عصبانی هستند. و آن حدی که اگر من شما را مجازات نکنم آنها عصبانی شده و دست جمعی مجازات میکنن. ولی صمیمیت و مهربانی شما و رشادت هایی که نمودید مرا ملزم می نماید که از شما دفاع کنم. و راه چاران از که بیدرنگ زیر حمایت و حفاظت آردل‌های من به تهران حرکت کنید و از میان این قوقا جان به سلامت ببرید. سفارش نامی به رئیس قضاخانه تهران نوشتم تا آفتاب طلوع نکرده از همدان خارج نشوید که با افسران روسی برخورد نکنید. من تشکر کردم و گفتم بدرفتاری افسران روسی به زودی بر ژنرال روشن خواهد شد و تنها خواهشی که از فرمانده که سپاه دارم این است که تپانچه‌ام را نگیرن. گفت مگر میخواهی باز کسی را بکشی؟ گفتم هاشا، بلکه میخواهم اگر بخواهن اعدامم کنن از خود مردانه دفاع کنم. باراتوف گفت ابدا چون این نظری نیست و حقیقت مطلب همان است که گفتم. بدون نگرانی در اتومبیل من بنشینید و بروید. مرا بوسید و گفت هرگز صمیمیت‌های تو را فراموش نخواهم کرد. امیر احمدی که پدرش نیز از امیران قضاخانه بود و در جنگ‌های مختلف زیر دست فرماندهان روسی در برقراری نظم و امنیت خدمات زیادی از خود نشان داده و در جنگ اول جهانی نیز در صفحات غرب کشور با آلمانی‌ها و اشایر طرفدار آنها جنگیده بود، اما فردی چابلوس و نوکر صفت نبود و شخصیت داشت. عیب بزرگی و قساوت قلب از یک سو و ثروت اندوزیش از سوی دیگر بود که روی شجاعت و نظامیگریش سایه می‌افکند. من با شتاب در اتومبیل نشستم و ضمن خداحافظی و تشکر از رئیس ارکان حرب نامه‌ای نوشته به او دادم که به قضاخانه‌ام برسانند که اسباب و اساسیم را با خود به تهران بیاورند. و از راه قزوین به تهران حرکت کردیم. بین راه تا چندین فرسخ به هر پست قضاخ که می رسیدیم باز این خیال برایم پیش می آمد که ممکن است قرار باشد در یکی از این پست‌ها اعدام شوم. ولی رفته رفته دانستم که زهی تصور باطل، زهی خیال محال. 3 ساعت به ظهر مانده به قزوین رسیدیم. ماشین باراتوف را برگرداندیم و با ماشین کوچک دیگری به طرف تهران آمدم و یکسره به خانه پدرم رفتم. در آن ایام من مجرد بودم و با پدر و مادر و برادرم در یک جا زندگی می کردیم. معلوم بود برای من که از پای دار برگشتم و هم برای بستگانم این ملاقات چه نعمت عظیم و غیر مترقبه‌ای بود. دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد، ابری که در بیابان بر تشنه‌ای ببارد. فردا به قضاخانه رفت و نامه باراتوف را به پرزوویچ رئیس قضاخانه دادم. او ابتدا قدری تغییر کرد که چرا به چنین کاری دست دادم و آن جوان را کشتم. گفتم قصد کشتن او را نداشتم، ولی وقتی که تیراندازی کرد دیدم اگر تحمل کنم جانم تلف می شود.
این کار را کردم. گفت مهمل میگوید و من گزارش کار شما را به دولت ایران میدهم تا تکلیف تو را معین کند. به منزل آمدم و دیگر به غذاخانه نرفتم تا 26 روز گذشت. آنگاه رئیس غذاخانه مرا خواست و با نرمی و خوشرویی گفت که ژنرال باراتوف در گردنه آوج است و شما را خواسته. من دانستم که جنگ مغلوب شده است. عذر آوردم. گفت باید فوری حرکت کنید. گفتم من تبعی روز نیستم که اجباری داشته باشم. به منزل آمدم. فرد و صبح مجددن به سراغم فرستاد. باز جواب رد دادم و گفتم اگر امر دولت ایران است می روم و الا هیچ نیروی نمی تواند مرا ببرد. گفت بفرمایید برویم هیئت دولت و به شما امر کنند. مرا به اتومبیل نشان. چند قدم که آمدیم گفت منزلتان کجاست؟ گفتم چهارراه حسن آباد. به شوفر گفت برو چهارراه حسن آباد و اتومبیل را در خانه ما نگاه داشت و گفت برو چمدانت را بیاور و به خاطر بیاور که باراتوف با شما دوستی به مردانگی کرده. من به داخل منزل آمدم و به پدرم جریان را گفتم. پدرم از این مسافرت خوشنود نبود. دم در آمد و از رئیس بریگارد خواهش کرد که به منزل ما بیاید و چای بخورد. پالکونیک پرزویچ به خانه ما آمد. چای خورد. چمدان مرا حاضر کردند و به اتفاق او در اتومبیل نشستیم و به طرف همدان رفتیم. ساعت 1 بعد از ظهر به اردوگاه باراتوف که در آوژ بود رسیدیم و به نزد او رفتیم. موقع ناهار بود. پذیرای گرمی از ما کرد و سر ناهار با حضور دی از افسران گفت که امروز مسرورم. یک سپاه برابر 3 لشکر قشون تازه‌ای به کمک من آمد. در صورتی که چنین قشونی نیامده بلکه شادی من از آمدن سرهنگ احمد آقا خان است که برای من به قدر یک قشون مفید می باشد. در پایان نطق خوجام شرابش را به سلامتی من نوشید. من نیز از نطق او سپاسگزاری کردم و گفتم از اینکه خدمات من را جز به جز به خاطر دارید متشکرم و بیشتر تشویق شدم که در آینده فداکاری های بیشتری بنمایم. من از پیش باراتوف به دهکده آوژ آمدم که منزلی برای خودم تهیه کنم. اتفاقا یکی از غذاهای عواب جمعی من که اهل آن دهکده بود و در مرخصی به سر می برد مرا دید و خانه منظمی برایم پیدا کرد. وقتی سکونت کردم و در اتاق روبروی مردی موقری بود از آن غذا پرسیدم که این شخص کیست؟ گفت حاکم همدان است که فراری به آوژ آمده و اکنون منتظر است ببیند چه می شود؟ میلیون ایرانی و ترکان عثمانی با همکاری افسران آلمانی شهر همدان را در اواسط دوران جنگ اول گرفته و دی از اشایر غرب هم با آنها همکاری می کرده. پس از چند دقیقه نوکر حاکم آمد و گفت اگر اجازه می دهید آقای سالار می خواهند چند دقیقه خدمتتان شرفیاب شوند. گفتم مانعی ندارد. حاکم مرد موقری بود که اینکی بر چشم داشت. آمد و پس از قدری مذاکره گفت در این گیرودارها یک واقعی مرا بسیار متاسف کرده و آن این است که قبل از عقب نشینی قشون روس از کرمانشاه به همدان پادگان روسها در همدان کاپیتانی را به ریاست نظمیه شهر برگزید و این رئیس نظمیه روسی یک جوان نهاوندی را به نام اسماعیل که مختصری زبان روسی می دانست لباس قزاقی در بر کرد و به جان مردم انداخت و هزارها زن را بی ناموس و بچه ها را بی سیرت کردند. مردم همدان چند بار به من تظلم کردند و من هر وقت خواستم اقدام کنم روزها مرا تهدید کردند. تا یک روز غروب خبر رسید که اسماعیل را یک سرهنگ شرافتمند ایرانی کشته. من ابتدا خیال کردم شوخی میکنم ولی به تواتر این خبر به حکومتی رسید و چنان شاد شدم که در پوست خود نمی گنجیدم. متاسفانه افسران روسی ریختند و آن سرهنگ را بردند و شبانه کشتند. خیلی دلم میخواست بدانم آن افسر کیست ولی صبح خبر دادند که او را تلف کردند و اسباب و اساسی او را یدک به تهران بردند. ضمن این صحبت‌ها اینک را از چشم برداشت و دستماری از جیب خود به در کرد و اشک‌هایی را که به دور چشمش حلقه زده بود خشک نمود. احساسات بی‌شائبه آن مرد مرا منقلب کرد. به او گفتم آن سرهنگ من هستم و با توجهات ایزدی گزندی به من نرسید و سرگذشت خود را به تفصیل گفتم.
آن مرد مرا بوسید و به طرف در آمد تا پاسی از شب گذشته با هم گرم گفتگو بودیم. نیمه شب او به اتاق خود رفت و من هم خوابیدم. صبح باراتوف مرا خواست و پس از تعارفات بسیار گفت مشکلی پیش آمده که حسب المعمول به دست شما حل خواهد شد. آلمان ها که همکار جنگی عثمانی ها هستند با جهانشاه خان امیرافشار ارتباط برقرار ساخته و از او تعهد گرفتند که با قشون ترک همکاری نماید و علیه روس‌ها بجنگد و از عقب جبهه اردوی ما را تهدید کند. میل دارم شما نزد امیرافشار بروید و کاری کنید که یا با ما دست مودت بدهد یا حداقل علیه ما عمل ننماید و بی‌طرف بماند. من پذیرفتم و گفتم یک اسکاتران سوار و دو اسب در اختیارم بگذارید تا اسبهایم از تهران برسد. با تقاضای من موافقت شد و با یک اسکاتران به طرف قریحه کرفس که از توابع زنجان و مرکز جهانشاه خان بود حرکت نمودم. دو شب در راه بودم و شب سوم جهانشاه خان را در آن دهکده ملاقات کردم و موضوع را با او در میان نهادم. امیرافشار به رسم مردمان قدیم که وفای به عهد را محترم می شمردن مشوش شد و گفت چون قبلا به آلمان ها وعده دادم که به قشون ترک کمک کنم میسر نیست از قول خود برگردم و مهلت خواست تا راه چاری به دست دارد. شب را در آنجا گذراندم. صبح که مجدداً به امیرافشار مراجعت کردم و پرسیدم چه تصمیمی گرفته ای؟ طوری شکسته و شکسته خاطر شده بود که 10 سال پیرتر از ابتدای شب قبل که او را دیده بودم به نظر می آمد. من خطراتی که متوجه او می شد یادآور شدم و پس از اصرار زیاد توانستم او را به این ترتیب قانع کنم که به زیارت عتبات برود و اطرافیانش علیه قشون روز اقدامی نکنند. 2 روز بعد با بار و بنه به طرف کربلا حرکت کرد و سفارشنامه هایی برای او گرفتم که بین راه تا حدودی که روزها هستند درباره او همراهی کنند. او به طرف بغداد رفت و من به آوج آمدم و گزارش کار را به باراتوف دادم. بسیار خوشوقت شد و تحسین کرد، اما متاسفانه پس از رفتن امیرافشار به بغداد یک واحد از سربازان روس از زنجان به کرفس رفته و زندگانی امیرافشار را غارت نموده بودند و این غارتگری مخصوصا در برابر مردانگی که از امیرافشار دیده شد بسیار ناپسند بود. چند روز در آوج ماندم تا اسب و اساسیم از تهران رسید. سپس با یک فوج مأمور شدم که به گروس رفته و با ترک ها زد و خورد کنیم. در این حال روزها شکست پیاپی خوردن و قشون شکست خورده آنها با بی نظمی به طرف گیلان و از آنجا به بادکوب عقب نشینی کرد و من با کلیه قضاهای خود به تهران آمدم. پدر و مادرم از اینکه از میان آن آشوب ها به سلامت جانی به در برده بودم خوشوقت شدم و چون هیچ گونه آلودگی و هزینه‌ای نداشتم و متأهل هم نبودم سرمایه از حقوق و پاداش خود اندوخته بودم و سرمایه همان روزها اهمیتی داشت. در تهران مجدداً ملاقات باراتوف دست داد که دیگر دارای نشان و پاگون نظامی نبود، زیرا به واسطه انقلاب روسیه رژیم آن کشور تغییر کرده بود و در سفارت روس اقامت داشت. قرار گذاشت آخرین نشانی که برای من رسیده با حضور بریگارد قزاق به سینم نصب نماید. این کار را کرد و هنگام خداحافظی وعده داد که اگر زنده بماند پاداش خدمات مرا بدهد، ولی همان ایام که این وعده ها را میداد وضع روسیه به واسطه ظهور کمونیست ها منقلب بود و خود باراتوف نیز خائف و هراسان به نظر می آمد. این تودی آخرین ملاقاتی بود که بین ما اتفاق افتاد و بعدن شنیدم که به وسیله با مقتول شده است. من در تهران و غذاخانه ماندم. بریگارد قزاق دیوزیان شد و یک نفر از پالکونیک های عالی مقام روز موسوم به کنیاز وادوبولوسکی عهده‌دار ریاست این دیویزیون گردید و من در آن موقع آجودان فور سوار شدم. برای آن که بدانیم نظر طبقات روشنفکر و فهمیده که ملت ایران نسبت به سلطه روس‌ها در ایران و برنامه‌های دور و دراز آینده‌شان در این کشور چه بوده است، بی مناسبت نیست متن مقاله‌ای را که در روزنامه کاوه چاپ بلین پس از یکی از عقب نشینی‌های روس‌ها از کرمانشاه به چاپ رسیده در اینجا نقل کنیم. روزنامه مزبور زیر عنوان فرج بعد از شدت می‌نویسد کرمانشاه کمتر از پژمیشل در دست روس‌ها ماند. هجوم ناگهانی روس با قوای زیاد و توپ و اسلحه
لازم در ماه جمادی‌الاولا گذشته جنگاوران بی‌استعداد ایران را که برای جنگ جز نثار جان هیچ اسبابی نداشتند مجبور به عقب نشستن کرد و افتادن سنگرهای بید سرنخ و غزنویه به دست دشمن کار کرمانشاه و کرند را ساخت. در پای تاق و میان تاق یک مقاومت آخری کردند. ولی نرسیدن کمک و مشغول بودن توجه اردوی دولت عثمانی به کوت هماره باعث آن شد که آن یک مشیرانی وطن‌دوست را پای قرار نماند و تا قصر شیرین باز پس رفتند و باز همتی کردند و بران شدند که با ناخون و دندان جلوی توپ و مسلسل را بگیرند و فرهادوار با تیشه بلکه با سوزن کوه بکنند و برای مقصود شیرین خود یعنی سعادت وطن قصری بلند پایه برافرازند و آخرین قطعه خاک عزیز و مرز و بوم نازنین خود را که با سیلای خرس معروض مانده اقلا نگاه دارند. قصر شیرین هم دوامی نیاورد و زندگی بر وطن پرستان تلخ شد. ما در شماره چهارم کاوه در موقعی که خبر سقوط کرمانشاه را با کمال تأسف می دادیم گفتیم که این فقره نباید اسباب یأس و فتور خاطر وطن پرستان گردد. باید آدم آخر زد و با دشمن هستی و همه چیز خود در آویخت و ایرانی نیز در مجمع ملل حق دخول و سربلندی و در عالم حق زندگی داشته باشد. مملکتی که به قدر 20 برابر بوئرها 40 مثل کوه سیاهی ها مونتنگرو دو برابر بلژیکی ها و چندین مقابل داغستانی ها اتباع شیخ شامل و اقلا دو برابر افغانی ها نفوس دارد و وسعت خاکش از 3 تا 150 برابر خاک ملل مزبور است با یک دسته قشون روسی از دنیا برافتاده نشود و کشور خشایارشا که به قول یونانیان به 3 میلیون لشکر به یونان حمله برد امروز در مقابل یک گله خرس مسکویی زبون نگردد. کتاب آینه حکمت و تجربه بشری است. صفحه 172. این گفتار ما بیهوده نبود. ثبات قدم مدافعین وطن بالاخره کار خود را کرد و دوره استرداد اراضی مغصوبه در رسید. اردوی عثمانی بعد از فراغت از عمل کود و حس قرب روزها به خطه بغداد توجه خود را بیش از پیش به سوی ایران معطوف گردانیده و کمک مهمی به قوای ایرانی داد و بدین طریق دلاوران دو مملکت اسلامی برای استرداد دارالایمان کرمانشاه دوباره به قصر شیرین، کرند و هارون‌آباد و بالاخره به خود کرمانشاه هجوم آورده و به مقصود کامیاب شدند. از طرف دیگر در سمت سنندج و بانه نیز قشون اسلامی پیش می رود و امید است که به تدریج این پیشرفت دوام و شدتی گرفته سایر ولایات اسیر شده را نیز نجات دهد. ما نمی خواهیم در اهمیت این پیشرفت حاریه مبالغه کنیم و آن را اسباب امیدواری طامه قرار دهیم. لکن شکی نیست که اگر تصرف کرمانشاه دوامی گیرد تأثیر مهمی در ولایات دیگر ایران خواهد بخشید و دلهای شوریده ملت که در زیر فشار روس هنوز در هیجان است بیشتر به جوش خواهد آمد. یک شکست کامل روس در یک جنگ مهمی در آن صفحات کافی است که نفوذ آن دولت را در ایران در هم شکسته و به واسطه یک قیام عمومی طرق اسیری وی برانداخته شود. مان که در ایران علم و معرفت به درجه کافی منتشر نگردیده و مردم از دنیا و سیاست به قدر لزوم خبر ندارند و مخصوصا نتایج اسیری در دست فرنگیان را نمی توانند درست ملتفت شوند، باز کسی در ایران نیست که طرز تسلط روسی و عواقب آن را نفهمیده و از وحشیگری آن قوم اهریمنی کاملا با خبر نشده باشد. در نتیجه قتل عام ها، شقاوت ها، دار ها، توپندی ها، قشون کشی ها که در هر سال آخری از طرف آن دوره در ایران واقع شد، همه مردم از صغیر و کبیر، برون و پیر و دهاتی و شهری، حتی در نواحی رفسنجان و قراگبم، در تون و طبس، در جاش و گوا، در
گادر نیز معنی و ماهیت زمختی روسی را فهمیدن. عکس جسد دارزد استقط الاسلام و سایر شهدا از پیشروان ملل در آذربایجان در همه ولایات ایران دست به دست می‌گردد. غلغله توپندی بارگاه امام رضا علیه السلام به گوش همه کس رسیده. ملحوظا هر ایرانی جاهل نیز به جز چند نفر صاحبان القاب بزرگ از علم الممالک و افضل الملک و خبیر و دوله و فیلسوف و سلطنه هیبت و دهشت استیلای روسی را فهمیده و لذت استقلال را اگر هم نه از راه علم بوده از راه ظلم چشیده است. ولایات شمالی ایران به قدر کافی نوع حکومت و تسلط روسی را حسن دید و پریشان گشته، قتل و حبس و تبعید و جلای وطن بزرگان و پیشروان و اهل معرفت آن ولایات، تسلط اتباع شریر آن دولت به مال و جان و ناموس مردم و حکمرانی هر یک از آنها در آذربایجان و گیلان و خراسان، مداخلات بیجا از طرف قشون روس در همه ادوار، دست‌اندازی به نوامیس مردم در تبریز، دزدی و شرارت سربازان روسی و تجاوز آنان بر دوکاکین و برداشتن هر چیزی که دلشان بخواهد و کشتن و زخمی کردن صاحب مال در صورت دنبال کردن، تجاوز بر دین و آداب و باز کردن میخانه ها و فسق خانه های زیاد در هر رهگذر در ولایات متصرفه، هر که احترام مساجد و معابد، قصبخانه های مردم و امارات ملی برای اقامت سربازهای روسی و هزاران هزار جبر و جور در دهات و بلاد، بدتر از همه کوچانیدن موژیک های روسی از داخله روسیه به ایران و دادن دهات و اراضی ایران با آنها و ساکن نمودن آنها در خاک ایران که مقدمه روسی کردن ایران است، این ظلم ها پیمانه ایالات شمالی را لبریز کرده و ولایات مرکزی و جنوبی را نیز از ستم کشی برادران خود متاثر و از حکومت هول و هراس روسی مرعوب ساخته است. اینک همه ایرانیان می دانند که اگر بدبختان این استیلا و تسلط فعلی روسی که از چندین سال به این طرف شروع کرده مداومت کند و تیرش به سنگ نخورد، طولی نخواهد کشید که ایران را نیز مانند تاتارستان شمالی و جنوبی و داغستان و ترکستان روسی می کند. ابتدا آبادی‌های مهم و مراکز شهرها و امارات عالیه و تجارتخانه‌ها و صرافخانه‌ها و کارخانه‌ها و مدارس و ادارات و معادن و صنایع و پست و تلگراف و گمرک و دیوانخانه و غیره به دست روسی نژادان درآمده و اهالی بومی کم کم به خارج شهرها عقب کشیده و روزها برای جاروکشی کوچه و دستفروشی و کفش پاک کنی و فعلگی و حماری و درشکه چیگری به شهر آمده، شبها به کاشانه های خود در محلات بیرون شهر می خزن و منظره شهرها در شبها شهرهای روسیه را می نمایاند و در کنار هر شهر بزرگی هم به یکی دو فرسخ فاصله بنای شهر تازه، مثلا به اسم نوویه اسفاگان یعنی اصفهان تازه و نوویه تیگران یعنی تهران تازه و امثال هم، کاملا به ترتیب و شکل شهرهای روسیه نهاده و فقط مقیمون روسی را در آنجا می دهند و به تدریج از مواظبت شهر قدیم صرف نظر می کنند. شهر نو تدریجاً رو به آبادی گذاشته و شهر کهنه از میان می رود و اغلب به بسیاری از شهرهای بزرگ و تاریخی مملکت هم اسم روسی می دهند و به نام یکی از سلاطین و بزرگان خود می نامند. دارابجد را مثلا نیکولایوپول و خسروآباد را یکاترینوگراد می نامند، چون که گنجه را یلزا اوتیپول نمودند. بعد شروع می کنند به شدت دادن مهاجرت اجباری و رویای حیوان صفت روسی را گله گله صد هزارها به داخله مملکت سوق داده و به تدریج به بهانه های مختلف و عنوانات خوف و شورش و غیره رویای اصلی و بومی کشور را به داخله روسیه می کوچانند که آنها نیز آنجا روس شوند و بدین طریق مسافرین کاروان نظامی هندوستان خود را از حیث خط رجعت و پشت اردوی خود فارغ البال می سازند. اجبار و اکراه مردم به تبدیل دین و مصداق یخرجون من دین الله افواجا شروع می شود،
چنان که در قازان و اورنبورگ و مبشرین مسیحی با سرنیزه انجیل موسکوی را که احکامش مختزیان است که هر کس به روی راست تو سیلی زد، نه آن که روی چپ خود را برگردان، بلکه آن شخص را با تمام طایفه و خیشاوندان بکش و خانه و املاکش را ضبط و غارت کن و خانه را با مواد منفجره و نارنجک بپاشان و شهر یا ده را به یک جریمه ی هنگفتی محکوم کن و در صورت تخلف با تو بکوب و هر کس قبای تو را خواست، نه آن که عبای خود را نیز بالایان بده، بلکه با تازیانه آن شخص را تعریب کرده و اگر جسارتی کرد با شش لول بکش، چنان که متحدین امروزه روز در مصر در حادثه دانشوای در سر صید کبوتر هدیه کثیری از مصریان را به دار زده، حبس ابدی کرده، تبعید نموده و انواع مجازات‌های دیگر دادند. در مملکت مانی و زرتوش وعظ و تبلیغ کنند و عبادت ایقونها و تماثیل مذهب پروسلانی را به جای توحید و تعزیت الاسلام بگذراند. قانونی را که در قفقاز و سایر ولایات مسلمانشین روسیه جاری است که به مقتضایان تا مسافت معین از هر کلیسا، میخانه و فسخانه و مسجد نتوان بنا کرد و حرمت قروق کلیسا را باید بدین طریق رعایت نمود، در ایران نیز اجرا کنند، قبور بزرگان را استبل سازند و آثار پیشینیان را براندازند، چنان که قبر نظامی گنجوی را در گنج انبار کاه کردند و بدین طریق خواهند اثبات کنند که همه این ممالک حقیقتاً روسیه است. در کلوب‌ها محافل اعلانی را که در محافل پترزبورگ رایج است بیاویزند که سگ و تاتار در زبان عامه روسی همه مسلمانان را تاتار گوید، حق دخول به محفل ندارد، مدارس ملی را قدغن سازند و تحصیل زبان روسی را اجباری، زبان و دین و آداب و ادبیات و تاریخ ملی و بومی را به تدریج به قوانین مختلفه و بهانه ها و اعمال عمدی غیر سریع اهمال کنند. معلمین این شعبه ها را در مدارس از جاهل ترین اشخاص بلکه عوام صرف انتخاب کنند و به حیله ها و ترتیبات عجیبی از یک در عورشوه پولی و منصبی و انواع تشویقات و تخدیرات و گذاشتن قوانین مرجعه از طرف دیگر مردم را به قبول ملیت و دین و آداب و زبان روسی مجبور سازند و همه احکام جزیه و زلت و مسکنت آثار قدیمه را بر بومیان و ملیت پرستان باز کنند. کتب و نشریات بومی را به شدت نظارت و تفتیش یعنی سانسور کنند و به واسطه حذف و ابدال و تصرفات بی‌اندازه و جلوگیری های سخت چیزی از زبان فصیح و ادبیات ملی نگذارند و حتی در کتب دینی مداخله کنند و یک اصول دین و فروع دین سفارش روسی از ماشین نظارت روسی به خورد مردم مسلمان بیرون دهند. چنان که فرانسوی ها در الجزایر قرآن را خواستند جرح و تعدیل کرده بعضی از آیات را از قبیل آیات جهاد و غیره حذف کنند و به واسطه بزرگی اشکارین اقدام موفق ماند. اینک در همه الجزایر یک تأسیس مؤسسه علمی اسلامی نیست، نه مدرسه، نه کتابخانه، نه کتاب فروش اسلامی. در مدارس آن مملکت معلم زبان عربی غالبا یک فرانسوی است که زبان عربی را خوب نمی داند. مدارس روحانی خراب و مغشوش و نزدیک به انقراض و در زیر نظارت فرانسوی ها در آن ممالک آفریقای شمالی که 5-6 قرن پیش مراکز علوم و معارف اسلامی بود و سیت دارالعلم قیروان و طنجره عالم را گرفته و امثال ابن خلدون و ابن بطوطه به وجود آورده بود، اینک معالم علم منطقی شده و به حدی وادی خاموشان گشته که این انحطاط و اضمحلال عین و ادب چند سال پیش نظر یک مستشرق فاضل فرنگی را که در آن جاها بوده گرفته بود، زیرا مشارون الک در قسطنطنین که از بزرگترین مراکز آبادی الجزایر است و در پیش مرکز تدوین کتب عربی بوده، در تمام آن شهر هیچ کتاب فروش
کتب عربی پیدا نکرد مگر یک دکان کوچک، آن هم متعلق به یکی از مبشرین مسیحی بود که ترجمه عربی تورات و انجیل را می فروخت. ولی این از معنی تسلط روسی و سایر همسلکان فرنگی او که مقلد مجتهدین پترزبورگ و محررین نوویه ورمیا هستند. آن نامه سیاه که رساله علمیه درباریان روس است، از ابتدای تأسیس خود تا امروز مرتباً یک اصول اساسی معینی را پیروی می کند، آن این است که در قلمرو حکومت روسیه غیر از روس نژادی و ملیتی نیست و همه باید روسی شمرده شوند و روس شوند و در خارج مملکت روس نیز هر جا که منافع روس است باید با سرنیزه پیان رفت و در هر منطقه که خون روس ریخته شد ابد و در جز به لاینفک روسیه است. ابزار شدت و مرعوب داشتن و قصابی های هولناک از ارکان تعلیمات این رساله اعتقادات روسی است. در حادثه نزاع در تبریز میان بومیان و قشون روسی و تجاوز وحشیانه آنها بر مردم در محرم سنه 1330 نوویه ورمیا نوشت که در این موارد انسانیت حقیقی خواستار وحشیگری است. باید همه شهر مسئول گرفتار شده و به شدت مجازات و جریمه شوند. یک قزاق روسی در تبریز که شرف خبرنگاری این جریده شوم را نیز داشت در یک مقاله به شدت تاکید و تشویق می‌کرد حکومت روس را با آن لگزی‌ها و آستین‌های داغستان را که در موقع جنگ با عثمانی خطری برای دنباله اردوی روس می‌باشند به داخل روسیه کوچانیده و به جای آنها اهالی آذربایجان را به داغستان و اهالی داخل روسیه را به آذربایجان بکوچانند. ایرانیان عوام اگر این مقالات را نخوانند، اقلن به واسطه یه تردد به قفقاز و ترکستان و داغستان اجرا شدن فعلی این اصول را در آن ممالک می‌بینند. هر سال 100,000 عمله و کاسب ایرانی به روسیه می‌روند و تنها در شهر باکو از 50,000 الی 80,000 ایرانی کار می‌کنند. همه اینها اصول جور خانمانسوز روس را می‌بینند که در مقابل آن همه ظلم‌های بی‌حد و ماریات‌های بی‌حساب درجه تربیت بومیان قفقاز در 100 سال گذشته بیشتر از دهاتیان ایران نشده که سهر است، خیلی هم پایین‌تر آمده، از زیرا تربیت معارف ممالک متصرفی عمدن به یک دوری چیده شده که در زبان روسی و تعلیم علوم در آن زبان تعداد کمی از مردم بهره جزئی می‌برند و امکان وصول به مدارس عالیه برای ایشان عملاً نیست. در همه قفقاز و ماورای قفقاز یک دارالفنون موجود نیست. حتی عده مدارس روسی نیز خیلی کم است و در دهات با وجود قدغن سخت بودن مکاتب ملی و اسلامی حتی تعلیم الفبای مدرسه روسی هم جز در چند یکی نیست، به طوری که در زمستان و تابستان اطفال دهات مجاور دور دسته می توانند با آن یگانه دبستان ابتدایی بروند و اگر هم بروند پس از سالها تحصیل زبان ملی خود را یا مقدمات ابتدای علم را یاد نگرفته و فقط قدری زبان روسی فرا می گیرند. از آن طرف مدارس ملی و تعلیمات بومی سخت ممنوع است و آنچه از طرف ایران و عثمانی هم از معارف و تربیت ملی نشکند راهش بسته است، زیرا در پستخانه ها و گمرکخانه های سرحدی دخول کتب علمی و ادبی فارسی و عربی و ترکی که وسیله انتباه تواند شد ممنوع و فقط کتب دعا، رحل و جفر و فال و تلسمات و خرافات مجاز است. به این ترتیب که مردم از تمدن و آداب بومی و قدیم خود و از تاریخ ملیت خود بیخبر مانده خیار می کنند که واقعا گنج و گمری و شکیرا که حالیه یلیزا، تپول و الکساندروپول و نخو می نامند اجناد روسیان بنا کرده و شعر را پوشکین و لرمنتوف و تورگینوف ایجاد و اختراع کرده و نام بزرگ در دنیا مخصوص پترمانوف است و بخارای جدید و سمرقند جدید همواره تالیه بهشت شداد و مبانی قوم عاد و بخارا و سمرقند کهنه همه وقت کثیف و مخروبه بوده است. آرتیمیتیقا و موژیک، آلگیروا و آسترونومیا از علومی است که هوش خارق‌العاده روسیان مالاگان اختراع کرده و رصدخانه در سمرقند و مراغه نبوده و برای اولین مرتبه در کیف پیدا شده است.
تمامی نوزاد تسلط بلای روسی را بر مردم ایران نه از راه علم بلکه به حس و سلیقه یا شعور طبیعی می فهمند و نتایج آن را می سنجند. این است که ما ایمان کامل داریم بر اینکه یک ضربت قطعی بر قوای روس در شرق مانند ضربت یوم خندق باعث نجات شرق و قیام ستم زدگان و احیای قطام رمیمه ملل اسیر و مقهور تواند شد. یک مبارزه جدی قطعی مانند غزوه تیوند در افغانستان و ترانتون در آمریکا و قصوبه در سر بستان سابق، شاروده کاخ عظمت و هیبت مغول‌های عصر حالیه و ایلغاریان وحشی ساحل نوا را در هم خواهد باشید. آنگاه جانشینان تاتار خونخوار قدیم از آسیای غربی رانده شوند و روز کیفر و انتقام در رسیده دل پرخون شرق از تذکار مظالم روسی به جوش آمده و خرس تشنه را به ظلمات قبچاق و آرخانگل عقب رانده، حسرت دریای آزاد را در دل او خواهد گذاشت. همه این خیالات و امیدهاست که پیرامون دخول فاتحانه خشون اسلامی به قبت الاسلام کرمانشاه مرکز ایران غربی جمع شده و پروانه‌وار در این شمع امید می‌گردد و در پیشرفت به نسبه جزئی فتح کوت و اماره و برداشتن یک قدم به سوی کرمانشاه امیدهای دوری در نظر جلوه می کند و آزادی و نجات شرق و اسلام از اسیری به خاطر می آید. بله، چنان که گفتیم به واسطه که همین فرد این امیدها به ما باز می گردد که کرمانشاه که اسم بهرام چهارم پادشاه ساسانی را دارد و فر یادگارهای قدیمی رویاها مانده از عظمت و عزت و شوکت و سطوت قدیم ایران از سلطنت بهرام و طاق بستام خسرو پرویز وصف وی شبدیز و معشوق وی شیرین و رقیب وی فرهاد از داریوش و حکمرانی او بر 23 مملکت دنیا و مقهور ساختن او یاغیان و سلاطین سرکش را و رجزخواهی ها با افتخار وی بر فراز کوه بیستون را که برای اخلاف نقش کرده در خاطرها بیدار می کند. همینطور کرمانشاه خواهد ماند و به ایوان گرد و به ایوان گرود مبدل نخواهد شد. این اسامی ناداب، این لغات، این یادگارها، این عادات اساس و روح ملیت است و روح ملت به دانها علاقه محکم دارد. در این اوقات جنگ جهانگیر دلهای مردم دنیا از حیث استقلال ملی و آمال سیاسی خود در تزلزل است. این اوقات است که همه آن بیش آمدهای بدبختی آور که در صورت باختن کار روی می دهد پیش چشم می آید و تقدیرات ملل بدبخت که با ما هم جوار و هم کیش بودند در نظر مجسم شده. تاریخ در هم شکستن بنای ملیت آنها از نظر می گذرد. نفوذ و حزم تدریجی و غیر محسوس که فرنگیان در از منه اخیر دستور مملکتگیری خود نموده و برای احتراز از غوغا و خونریزی و بیدار کردن ملل کوتاه نظری که تنها وقایع روزانه را می بینند و از مقایسه و استنتاج وقایع و تصور محیط توالی وقایع 50 و 100 ساله در یک نظر عاجزان آن طریق را اختیار کردند. هرچند که در روش روسی با سری و سیر است، با این همه در زمان صلح چندان به نظر نمی آید و در این نوع هنگامه های پرآشوب و دهشتناک است که همه آثار این روش مخصوص سیاسی تجلی می کند. در یک نظر می بینیم که 3 قرن پیش روزها به قدری از ایران دور بودند که ممالک و ملل بزرگ میان آنها و مملکت ما واقع بود. در این مدت طوفان سیل روسی به تدریج ممالک ولگا و تاتارستان را کاملا استیلا و هضم نموده و کریمه، تاتارستان جنوبی، داغستان و گرجستان و قفقاز و ولایت چورکس را از یک طرف و بخارا و خیوه و سمرقند، تاشکند و مرو را از طرف دیگر استیلا کرده. یعجوج و ماجوج، ظلمات شماری از بابل ابواب دربند نیز در گذشته ایالات ایروان و گنجه ما باکو، قره‌باغ و شیروان را از ایران و قارس و باتون و غیره را از عثمانی انتزاع کرد و به حدود اردبیل و تبریز راندن. بعد می‌بینیم به واسطه یک بهانه جزئی که در ربیع‌الثانی 1327 به دست آوردند
2000 سرباز به تبریز روانه کردند و طولی نکشید که همان سپاه مستحفظه قنصول خانو و اتباع خارجه مثل مور و مرخ در دهات و نواحی تبریز منتشر شدند و هفته به هفته ماه به ماه معاملشان را با مردم و همچنین در امور داخلی مملکتی تغییر و شدت دادند و بر مداخلات و تسلطشان افزودند و در حقیقت شروع به حکومت کردن نمودند. در اندک زمانی به نواحی ارونق و انزاب به بهانه حفظ املاکی که در اجاره اتباع روس هست رفتند. بعد 50 نفری به ارومیه برای حفظ قنصولخانه آنجا فرستادند. بعد به خوی و سلماز رسیدند. بعد در ماکو پیدا شدند. کم کم محافظین قنصولخانه ارومیه زیادتر شدند. در خوی قنصولخانه بنا شد. به سلماز و مراغه قدری قشون فرستادند. به یکانات و گرگر و علمدار رفتند و در مرند تأسیسات دایمی نهادند. ادهی ساخلو همه جا 2، 3، 5، و 10 برابر زیادتر شد، اما به تدریج به یک بهانه دیگر به اردبیل قشون وارد کردند و کم کم به اطراف اردبیل، مشکین، نمین، آسکارا، تالش، گالش قشون کشی کردند. بعد با حسین علی خان گالش در افتادن، به سر گالشی ها قشون کشیدند، دهات آسکارا قتل عام کردند، از راه دیگر به حواری زنجان و ولایت خمسه رسیدند. در همان افغان قدرت یک قشون هم به خراسان بردند. 3 ماه بعد از آوردن قشون به تبریز 4000 سرباز به بهانه حمله مجاهدین به تهران به قزوین فرستادند و بدین طریق رشت و سایر نقاط گیلان را به تدریج استیلا کردند. به گرگان رود لشکرکشی کردند و جنگ‌ها نموده قتل و غارت‌ها کردند. به فومن و لنگرود سرباز فرستادند. کم کم قشون کفایت نکرد و پی در پی قشون تازه وارد نمودند و به تدریج دیگر حساب آن از دست هر کس در رفت. گاهی محض اخبار قدری پس می فرستادند. 200 نفر روانه می کردند و بعد 2 دفعه هر بار 300 نفر مثلا وارد می کردند. بعدها قدری قشون به سراباد و مقداری زیادتر به مشهد و قوچان و اندکی به مازندران آوردند و تقریبا تمام ولایات شمالی یعنی آذربایجان و خمسه و گیلان و مازندران و استراباد و خراسان و قزوین را استیلا کرده به تدریج سریع ولی بدون جنگ و به طور غیر محسوس مشغول استحکام ریشه تصرف خود در این ولایات و هزمانها شدند. از یک طرف هم شروع به کوچانیدن مهاجرین روسی به حواری رومیه، ماکو و استراباد کرده. فقط در یک سال 1330 بیشتر از 100 هزار مشرک روسی به این ولایات کوچانیدن و دولت ایران را مجبور به تغییر ماده استملاک اتباع روسی در اراضی ایران از عهدنامه ترکمانچای کردند و از یک طرف بلافاصله متوالیاً به صدمات سیاسی و حملات و تهدیدها و اتمام حجتها و سختگیری‌های مالی و سیاسی و اشکالات و زجرکشی دولت را از پای انداخته مشغول قبض روح او شدند. سیر استیلای روسی در قزوین توقف کرده بود و دائما پی بهانه بود که فراتر برود و به سمت جنوب گراید. در این زمان جنگ به بهانه جنگ با وطن پرستان ایران به قم و عراق و کاشان اصفهان و همدان و نهاوند و کرمانشاه و قصر شیرین ملایر و توسرکان رسید و نصف بیشتر مأموره ایران را در گرفت و چون همه اینها را در یک نظر بنگری می‌بینیم که مستحفظین قنصولخانه تبریز و اتباع خارجه در آن شهر در کمتر از 7 سال در حدود لرستان و فارس مشغول محکم ساختن مقام خود هستند. در نتیجه همه این بیدادهاست که خون و روغ و عصا و رگ و پوست و استخوان هر ایران و ایرانی نژاد و هر مسلمان شهر با کینه روس و حس انتقام جویی پر شده است. اهریمن این ملک روس است و هر ایرانی به یکی از طرق عدیده و هزاران و ظلم و اجحاف روسی این حقیقت را دریافته است و بر روی همین حس جبلی است که ما پایه امید خود را به قیام عمومی ایران در اولین شکست مهم روسیه می گذاریم.
اسناد این حس تمیز دشمن خود به ایرانی که هر جانداری حتی سگ دارایان است و در دو خور بی اذن بیگانه به خانه او می کند بی اساس و از خود پسندی نیست. همچنان که دشمنان ایران اگر امید خود را در تسلط بر ایران از روی اخلاق همین مشتن پروران ملقب و امیرالامراهای خودخواه که اغلب در رکاب شاه شهید یا شاه مرحوم کوچهای فرنگ را نیز دیدن میزان بگیرند، به زودی گول خوردن خود را خواهند فهمید. همانطور دوستان ایران نیز اگر میزان اشتراک ایرانی را در دفاع وطن و کمک به متحدین اروپایی خود از تقاعد و سنگینی و جبن و تردد حضرت اجل تهرانی قیاس گرفته و اجر دهند، مسابی انصافی خواهد بود. ایرانی در نطع شطرنج بازی دفاع وطن همه چیز خود را از پیاده و سوار آورد به جز شاه کوچک خود را که آن هم یک اسم بیشتر نیست و یقیناً دل او با رویای مجاهد و جانفشان خود بوده و فقط از روب خاطه روز به پای تخت مات شده بود و حرکت نکرد. سزای ایرانیان نیست که با وجود جنگیدن با تفنگ کهنه و بی ذخیره لازم و بی توپ او را بی همت حساب کنیم. قایت و جواد و از لعل موجود. نقد از روزنامه کاوه، چاپ برلین، آرشیو خصوصی آقای بیژن مجلسی، احتمال قوی نویسنده که این مقاله یا سید حسن تقی‌زاده یا کاظم‌زاده ایران شهر بوده است. صفحه 183 فصل ششم. قائله اسماعیل آقا سمیتخو. کردها یکی از تیره ها و قصبه های اصیل و نیرومند نژاد آریایی هستند که در ایرانی بودن آنها کسی تردید ندارد و در چهارراه حوادث و برخورد وقایع همواره در کنار برادران ایرانی خود بوده و علاقه خود را به استقلال و سربلندی ایران ابراز داشتند. در جریان حوادث گوناگون تاریخی، چه هنگام بروز فتنه های داخلی، چه حمله بیگانگان برای تسخیر و یا نابودی یا تجزیه سرزمین ایران، کردها همواره در کنار کسانی قرار داشتند که برای سربلندی ایران و دفع تجاوز بیگانه مبارزه می کردند. اگر تعدادی از کردها در پاره ای از مواقع در برخورد با حوادث منافع ایران را تشخیص ندادند یا راه صواب را نرفتند، چون نظایری از این قبیل قفرزدگان بین آذری ها، بلوچ ها و ایلات فارس و بختیاری و کهگیلویه و لورها و دیگر عشیره ها و اقوام ایرانی هم نیز یافت شده است، نباید موضوع را مهم انگاش. جنگ ایران و روس که سبب از دست رفتن بسیاری از شهرهای ایران در ماورای رودرست شد و جمعی تجاوزات ترکان و عثمانی به خاک ایران که همراه با زیانهای فراوان برای آذری‌ها و کردها بود، سبب گردید که مردم بیشتر این صدمات را مولود عدم لیاقت و سوء مدیریت سلاطین قاجار بدانند و دوران سلطنت این پادشاهان را که همزمان با آغاز سلطه‌جویی روسیه که تزاری و انگلستان در آسیا و دیگر نقاط بود و در این حال گهگاه مزاحمت‌ها و تجاوزات و دعاوی بی اساس عثمانی‌ها نیز مزید بر علت می‌شد، مولود ضعف قاجاریه بدانند. در حالی که بیان که قصد دفاع از سلاطین قاجار را داشته باشیم، باید حقایق را با همه تلخی پذیرا باشیم. یاران فرهیخته و گرامی، برای گسترش فرهنگ کتابخوانی و افزایش دانش همگانی، لطفاً با فشردن دکمه سابسکرایب، لایک و ثانکس ما را در این مسیر ارزشمند یاری فرمایید.